رژیم آخوندی علاوه بر قارت سرمایه های مردم ایران چوب حراج هم به اونها زده و با قیمت ارزون اونها رو میفروشه. نفت از سرمایه های مردم ایرانه که رژیم با تخفیف زیاد اون رو داره به فروش میرسونه. دلیل این تخفیف هم ناشی از تحریم های بین که به دلیل پروژه های اتمی و جنگ افروزی رژیم اعمال شده. بنابراین یه مجموعی از نواترازی ها هست که باعث شده مثلا ای ناترازی این ناترازی همین روابط بین ملله که نمیگذاره ما رو به قیمت بفروشیم تو دنیا مجبوریم تخفیف بدیم بله اما ببینیم که میزان این تخفیف چقدره سایت حکومتی دیدبان نوشت معاملگران چینی به رویترز گفتند ایران حدود 5 یا 6 دلار تخفیف نفتی به مشتریانش میده. محمد رزوانیفر معاون وزیر اقتصاد رژیم تخفیف رو تا 10 درصد از ارزش فروش کل اعلام کرده که با توجه به اینکه قیمت هر بشک نفت 70 دلار تخفیف رژیم برای هر بشک 7 دلار میشه صادرات نفت رژیم حدوداً یک میلیون و 800 هزار بشکه در روزه که 91 درصد اون به چین صادر میشه که تقریباً روزانه 1 میلیون و 700 هزار بشکه میشه مؤسسه ردیابی نفت نفتکش ها کپلر هم اعلام کرده که میانگین فروش نفت ایران به چین رکورد یک و هفته بشکه رو رد کرده. با احتساب این عدد یعنی یک میلیون و هفت ست هزار بشکه در روز. یعنی این نفتیه که رژیم به شرکت های چینی میفروشه. میزان تخفیفی که رژیم روزانه به این شرکت ها میده تقریبا دوازده میلیون دلاره. که سالانه چیزی حدود 4 میلیارد و 300 میلیون دلار ارزش اون هست. این عدد فقط تخفیف نفتی به شرکت های چینیه. از طرفی شرکت آدمیرال که متعلق به پسران پاسار شمخانی هست به گفته رسانه های مختلف روزانه دست کم یک میلیون دلار از قاچاق نفت ایران درآمد داره که برای یک سال 365 میلیون دلار میشه. اگر این عدد رو با تخفیفی که رژیم به شرکت خارجی بابت فروش تمام نفتش میده محاسبه کنیم به عدد 4 میلیارد و 900 میلیون دلار میرسیم که عدد فوق بزرگیه اما در ابتدای امسال سایت حکومتی بهار نیوز نوشت اگر صادرات یک میلیون و 500 هزار بشکه بوده میزان تخفیف 10 میلیارد دلار میشه اگر صادرات یک میلیون و 800 هزار بشکه بوده میزان تخفیف 19 میلیون دلار میشه. ببخشید 19 میلیارد دلار میشه. سایت حکومتی اقتصاد 24 هم در این باره نوشت میانگین قیمت جهانی نفت در سال 1402 با احتساب همه نوسانات حدود 81.5 دلار بود. اما نفت ایران به دلیل تحریم و هزینه های جانبی که داره در محدوده 62 تا 65 دلار فروخته شد. یعنی چیزی بین 16 تا 20 دلار در هر بشکه که به واقع شوکه کننده است. از طرف دیگه محمد تقیه فیاضی یک کارشناس رژیم موضوع دیگری را هم علنی کرد و گفت بازگرداندن درآمد ناشی از نفت به داخل کشور 25 درصد هزینه برمی داره. بنابراین میشه دید دست کم بیش از سی درصد درامت های نفتی ایران به جیب شرکت های خارجی و دلالانی میره که تماماً وابسته به حاکمیت آخوندی هستند. اگر درامت های نفتی رژیم رو در کمترین حالت 45 میلیارد دلار در نظر بگیریم در یک حساب سرانگشتی چیزی نزدیک به 20 میلیارد دلار از سرمایه های مردم ایران یا تخفیف داده شده یا به حلقوم مشتی پاسدار دلال برای انتقال درآمد اونها به ایران ریخته شده. عددی که به واقع بسیار عظیمه. البته بقیه درآمدهای های نفتی هم به جیب خامنه ای و پاسداران و نیابتی هاش میرسه و چیزی به مردم ایران نمیرسه. خوب اینجا این رو هم بگیم که 20 میلیارد دلار پول تخفیف داده شده ی نفت معادل دستمزد یک سال نزدیک به 13 میلیون کارگر و حداقل بگیره. با این پول میشه نزدیک به دو میلیون خونه 50 متری ساخت تا مردم بتونن حداقل مسکنی داشته باشن. این پول چهار برابر بودجه عمرانی کشوره. این میزان تخفیف معادل 85 درصد مالیاتیه که رژیم قصد داره از مردم ایران سال آینده اخاذی کنه. البته باید بگیم که تا رژیم آخوندی سر کاره نابودی و حراج سرمایه های ایران با شتاب ادامه خواهد داشت.